همزمان با روز جهانی ذات‌الریه، شمار کودکان مبتلا به این بیماری در افغانستان بیشتر شده است. به گفته وزارت بهداشت افغانستان تحت مدیریت طالبان، در سال جاری میلادی در سراسر این کشور بیش از 2300 کودک مبتلا به این بیماری جان باختند. سخنگوی این وزارتخانه گفت که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 1 میلیون کودک به این بیماری مبتلا شده و به مراکز بهداشتی مراجعه کردند. سردی هوا، عدم مسئولیت غذایی، آلودگی هوا و فقر از عواملی هستند که سبب مبتلا شدن افراد به این بیماری می شود. گفتنیست از 12 نوامبر همه ساله به عنوان روز جهانی ذات‌الریه یا نمونیا یاد می شود. با این حال افغانستان از میان کشورهایی است که بیماری ذات‌الریه یا سینه پهلو هنوز هم از آن قربانی می گیرد. بیشتر مبتلایان و جان باختگان از این بیماری کودکان هستند. ذات‌الریه یا نمونیا نوعی از بیماری است که از ویروس ها، باکتری ها یا قارچ ها به وجود می آید. بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت، این بیماری 14% از کل مرگ و میر کودکان زیر 5 سال را تشکیل می دهد. دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص، از کابل با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. سلام علیکم و رحمت الله و خدمت همه بینندگان محترم، علی سلام و احترام. زنده باشید. آمارهای زیادی از مرگ و میر کودکان بر اثر ذات‌الریه یا بیماری سینه پهلو در افغانستان نشر شده. اطلاعات شما از این وضعیت چگونه است؟ بفرمایید. بله، متاسفانه بیماری ذات‌الریه یا نمونیا که در افغانستان بهش سینه پهلو و سینه بغل میگن، در با وجودی که در بسیاری از کشورها یا محو شده یا گراف خیلی پایین آمده، متاسفانه در افغانستان این گراف بالا رفته، چنان که مسئولان رده بالای وزارت بهداشت افغانستان اذعان کردند و این خبر را منتشر کردند که در سال 2023 که ما در اواخرش قرار داریم، نظر به سال 2020 و 2021 و 2022 متاسفانه این آمار و ارقام مبتلایان به نمونیا در سطح گسترده در افغانستان بالا رفته است. البته این خبر به وسیله بسیاری از رسانه‌های تصویری و نویسداری هم تایید شده و مصاحبه‌هایی که انجام شده این را تایید می‌کنم. این وضعیت نابسامانی است که متاسفانه خبر از یک مشکل بزرگی بهداشتی در سطح یک مملکت 40 میلیونی میدهد. بله آقای دکتر، با توجه به نظام نابسامان بهداشتی افغانستان، نقش خانواده ها در پیشگیری از ذات‌الریه در میان کودکان چیست؟ خب اول علل و عوامل ذات‌الریه را باید شناسایی بکنیم که به صورت عموم بگذاریم از بحث تخصصی آن که چی عوامل باکتریولوژیک در آن نهفته است، ولی آنچه مربوط به خانواده ها میشه این است که بعضی از خانواده ها برای ایجاد گرمایش و محافظت کودکان از سردی در و پنجره اتاقهایی که کودکان در ایستیست میکنن با پلاستیک میپوشانند و باعث و مانع تهویه اتاق میشه و این خود زمینه ساز است برای ذات‌الریه. و عامل دیگر عامل تغذیه ناسالم است. تغذیه ناسالم علتش به صورت مستقیم فقر خانواده ها، فقری که متاسفانه دامنگیر آحاد ملت افغانستان خصوصا عوام هست و این باعث میشه که نمونیا در سطح گسترده گسترش پیدا بکنه. ولی علت دیگر عدم دسترسی کافی خانواده ها به مراکز درمانی هست در سطح افغانستان، خصوصا مناطق اطراف شهرها، با وجودی که هزینه درمان در سطح افغانستان
شاید نظر به هر کشور دیگر پایین هست، در پایین ترین سطح خودش قرار داره، یعنی کمی بالاتر از حالت رایگان. ولی چون از طرف دیگر فقر دوامدار، فقر بسیار شدید باعث میشه که حتی با این وجود خانواده ها نتوانند به مراکز درمانی دسترسی پیدا بکنن و این باعث عدم درمان به موقع نمونیا میشه و مانع جلوگیری از به وجود آمدن نمونیا و ذات‌الریه در سطح کشور میشه. بله، ممنونم. دکتر سید علی مصباح از کابل با ما بودند.